یک روز مانده تا برگزاری انتخابات و با پایان مهلت تبلیغات، همکارم ماریانا ریسپاف نگاهی دارد به حال هوای انتخابات و حواشی اتفاقات واپسین روز تبلیغات انتخاباتی. نظرسنجی های داخلی و خارجی حکایت از بیمیلی بخش بزرگی از مردم برای رفتن به پای صندوق های رأی دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق که صلاحیتش در دو دوره اخیر احراز نشده، بار دیگر با تاکید بر این که در مسیر انقلاب انحراف رخ داده گفت: شرکت نکردن در انتخابات حق شخصی من است. مردم کنار گذاشته شدند و رأی ندادن من در واقع حمایت از مردم و انقلاب است. در آخرین روز تبلیغات، عبدالناصر همتی در نامه‌ای خطاب به مردم ایران نوشت: دروغ‌هایی را که می‌گوید رئیس جمهور از پیش تعیین شده باور نکنید. سال 84 تا 92 را از یاد نبرید. سال‌هایی که همه دنبال رأی‌های گمشده خود می‌گشتند را نیز از یاد نبرید. محسن رضایی نیز در نامه‌ای خطاب به مردم ایران نوشت: به مردم تعهد می دهم اگر پس از 2 سال ریاست جمهوریم وعده های خود را عملیاتی نکردم، از اداره قوه مجریه کنار خواهم رفت. به شما تعهد می دهم اقوام ایرانی و اهل سنت و اقلیت ها در کابینه من حضور داشته باشند. محمود واعظی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نیز گفت: این حزب هیچ کاندیدایی برای انتخابات 1400 ندارد و از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با تایید فضای سرد حاکم بر انتخابات از مردم خواست با حضور در پای صندوق ها فضای سرد انتخابات را جبران کنند. آریان ریسباف، صدای آمریکا، واشنگتن.